من تا سن 18 سالگی پدرم اجازه نمیداد من از لاهیجان بیام بیرون و در این مدت 6 سال ابتدایی در یک مدرسه به نام مدرسه حقیقت اونجا تحصیل کردم. در شهریور 1304 از لاهیجان به تهران آمدم. در دارالمعلمین مرکزی که یک مدرسه متوسطه بود در اونجا ثبت نام کردم. پس از اینکه 6 سال متوسطه رو تمام کردم در سال 1310 با گذراندن مسابقه اعزام محصل به خارج در دوره چهارم موفق شدم و به فرانسه رفتم. یک سال در کلمون فران یک شهری هست در نزدیک بیشی در فرانسه شبان روزی بودم از لحاظ یکی فرانسه تمرین کنم. بعد در 32 یک سرپرست بسیار نازنین و خوبی محصولین داشتن به نام اسماعیل مرعات نوشتن به من که شما در دانشگاه لیل اسم شما نوشته شده، شما باید برید اونجا. زنم تهران بود، از اونجا برای من 3 تا کاغذ آمد. یکی که شما از انتظار خدمت خارج شدید و دانشگاه رو نمیدونم رتبه 2 های دانشگاه عالی هستید، یکی دیگر شما رئیس شبانروزی دبیرستان البرزید. من اصلا نمیدونستم دبیرستان البرز کجاست، شبانروزی کچه. یکی دیگر هفته 4 ساعت در دبیرستان البرز در کلاس ششم تدریس میکنید و در مقابل 64 تومن شما حق و تدریس خواهند داد. من چون شهرستانی بودم منزل نداشتم و این مؤسسه البرز مال آمریکایی بود، خریداری شده بود و ساختمانی برای معلمین بود. یکی از این ساختمان ها رو مرحوم مرعات در اختیار خانمم گذاشته بود که اونجا زندگی کنیم. چون در اونجا زندگی میکردیم گفت که ابلاغ صادر کرد شما رئیس شبانه ماست. از 1320 تا 23 مسئول شبانه‌روزی بودم تا آقای باقر کاظمی وزیر فرهنگ بود تلفن کرد، اعزام کرد، رفتم اونجا پرشون گفتن که شما بیایید و مسئولیت دبیرستان البرز قبول کنید. و اوزای دبیرستان در اواخر 1323 طوری مختل شده بود که کارنامش اعتبار نداشت. عرض بکنم که من گفتم که وزارت فرهنگ نمیذاره این دبیرستان سر صورت بگیره. گفت من اگر اختیار تام به شما بدم قبول میکنید؟ گفتم بله. برای من ابلاغی صادر کرد که با اختیار تام برم اونجا. بنده هم ببخشید هر کسی تو دبیرستان البرز کار میکرد بهش پول میدادم، هر کسی کار نمیکرد میخواست هر کار باشه پولشون رو قطع کردم، برای اینکه این پول مال بچه های مردم بود. و من مفتخرم که مسئول دبیرستان البرز تا 57 بودم، یعنی 37 سال با شبان روزی حساب کنیم
و از اینجا در حدود 50,000 نفر دیپلمه دادم بیرون و یکی از یکی برجسته‌تر، یکی از یکی بهتر. در طول زمانی که در دبیرستان البرز به تدریس ریاضی اشتغال داشتم به این نکته پی بردم که تنها شخص مدیر و مدبری که واقعاً علاقه‌مند به کارش هست و حقیقتاً کارش را از علاقه و دوستی به عشق، به حد عشق رسونده، جناب دکتر مجتهدیست. ساعت 6 صبح خونش هم همون نزدیکی‌ها بود، می‌اومد دور حوض قدم می‌زد، حتی گل‌ها و باغچه‌ها و ماهی‌ها اینا رو مواظب بود. او به نظر من کارش خیلی بالاتر از این بود که بگه من تکلیفم نسبت به این کاری که به عهده من سپرده بود باید انجام بدم. مثلا یکی تیشرت سفیدی پوشیده بود، رو سینه‌اش پرچم انگلیس بود. دکتر مشهدی از ما جدا شد، تون رفت به طرف در، پیرهن دانش آموز رو گرفت و پاره کرد. گفت هیچ دیده یه دانش آموز انگلیسی پرچم ایران به سینه‌اش بزنیم؟ وای دکتر امتحان دارم. پیرهنش در آورد، پول داد، گفت برو یه تیشرت دیگه بخر تا بذارم بیا امتحان. فرزند یکی از متنفذین نمره کمتر از 7 آورده بود. بعد یه روز چند نفر از لیسانس‌های ریاضی رو فرستاد که ورقه این رو تجدید نظر کنن. به مدیر دفتر دستور داد که تمام اوراق امتحانی رو از نو همه رو برچسب بچسبونید که اسم کسی پیدا نباشه. از تمام کلاس‌های چهارم در حدود 400 ورقه امتحانی بود. به اینها گفت شما برید تو اون اتاق، این بارم و این سوال و اینم اوراق، تمام این اوراق رو از نو بررسی کنید و تجدید نظر کنید، آخر سر ما باز میکنیم تا شما اون ورقه مطلوب خودتون رو پیدا کنید. این حرف به قدری برای اینها سنگین بود که هم به یکدیگر نگاه کردند، هم از عهده این کار بر نمیان. یه قدر فکر کردند و بعد با کمال شرمندگی از دکتر معذرت خواستند و راهشون کشیدند و رفتند. خود آقای دکتر مجتهدی نظیر یک درختی است. ثمره‌اش دانش آموزانشه، فارغ التحصیلانشه که در دنیا باعث شهرت ایران و ایرانی شده. معلوم دکتر مجتهدی علاقه داشت بهترین استادها را از دانشگاه یا جای دیگه پیدا کنه برای تدریس ما بیاره. چند ویژگی البرز رو ممتاز ساخته. یک، از لحاظ فضای فیزیکی مناسب. دو، در قلب تهران، پایتخت ایران. سه، وجود شخصیت‌هایی که مسئولیت‌هایی را داشتند در اینجا. البرز نامش را هر کس بشنوه بیاد مرحوم مجتهدی می‌افته. یعنی البرز با نام مرحوم مجتهدی زنده است.